چیزی که به نظر من میرسه در این مورد اهمیت گفتگو داره اینه که به طور کلی بسیاری از مواقع ما الگوهای رفتاری متفاوتی در رفتارهای جنسی بین زن و مرد میبینیم. اگر به داغترینش بخوام اشاره کنم این هست که اکثر خانمها گله میکنن چرا مردها مثل خانمها نمیتونن تک زوجی باشن یا وفادار باشن یا در رفتارهای جنسیشون به همسرشون وفادار باشن. و مردها به یه سنت کهنه و قدیمی همیشه اشاره میکنن متاسفانه به اینکه شما نگاه کن ببین یه گله مرغ یه دونه خروس داره، بنابراین این یه چیز تو طبیعت مردها از اول به اصطلاح موناگاموس نبودن، مردها به پولیگومی عادت دارن، مردها چند زنی هستن، مردها نمیدونم دلگی های جنسی جز طبیعتشونه و بعد با یک همسر به تمام تمنیات جنسی خودشون دست نمیابن. این مسئله سبب میشه که اونها جفت‌جویی های مکرر و متناوب داشته باشن. این مسئله اگرچه درد زیادی به ما خانم ها ممکنه بده ولی بخشی از حقیقت های علمی واقعیت های علمی درش هست که ما میفهمیم ولی علاجش رو هم همزمان مطرح میکنیم. زن و مرد به لحاظ ساختمان جنسی، ساختار جنسی متفاوت هستند. ما انسان‌ها موتیویشنال سیستمامون یا سیستم‌های تحریکیمون که در ما حرکت به سمت و سوی رو ایجاد می‌کنه در خانم‌ها و آقایون متفاوت. اصولا انسان‌ها سیستم‌های موتیویشنالشون یا سیستم‌هایی که اونها رو برمی‌انگیزه به سمت چیزی برن، برای چیزی تلاش کنن، در مغز چهار سیستم مهمه که اون سیستم‌ها رو حالا ما نمی‌خوایم توضیح نورولوژیکی بدیم ولی فقط می‌خوام این رو بگم که وقتی به مسئله سکس و سکشوالیتی میرسه ما یه سیستم تستوسترون داریم در مغز که هورمون تستوسترون اون رو فعال میکنه. این سیستم جفت جوییش هدفمنده، یعنی وقتی برانگیخته میشه میخواد به مقصود برسه و رضامندی تجربه کنه. سیستمی دیگه در کنارش هست و این خیلی به اصطلاح انتخابی نیست، یعنی یک سیستمیه که خیلی براش فرق نمیکنه که با چه کسی این میل برانگیخته شده خاموش بشه یا تشفی پیدا کنه. سیستم دوم سیستم دوپامین هست که یکی از نوروترانسمیترهای مغز، این اون چیزیه که مسئول عشق و عاشقی در ماست. این اون چیزیه که آدم وقتی دلبستگی به چیزی پیدا، به کسی پیدا میکنه دیگه به قول آقای منصور دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو. سیستم خیلی اکسکلوسیوه، انتخاب میکنه، یک کسی رو به یک کسی گیر میده و اون رو میخواد و این در اثر تحریک لیمبیک سیستم یا خاستگاه عواطف و در اثر جابجا شدن میزان دوپامین هست در مغز. سیستم سوم سیستم اکسیتوسینه که سیستم دلبستگی و دلبندی و در واقع دلسپردگی است، همون چیزیه که مسئول فامیل داشتن، در فامیل زیستن هست. در ما خانم ها به طور طبیعی سیستم اکسیتوسین بسیار قویه. میزان اکسیتوسین، یعنی اگر الان از مغز من زن با مغز یک مرد برشی تهیه کنن زیر فانکشنال امارای، میزان اکسیتوسینی که در مغز من هست به مراتب بیش از یک مرده. لذا این اکسیتوسین فراهمساز و مهیا کننده وفاداری و دلسپردگیه. در دانشگاه مریلند آزمایشی کردن با دو موشی که عموزاده هم بودن، یکی از این موشا عیاش و خوشگذرونه، وقتی جفتش رو در قفس آوردن بیرون یه جفت دیگه گذاشتن انگار نه انگار که نگاری داشتم، با جفت جدید مشغول معاشقه شد و تولید مثل هم کرد. وقتی عموزاده اون رو که می دیدند
متفاوت رفتارهاش جفتش رو ازش جدا کردن، هر جفت دیگری رو که براش گذاشتن به عنوان جفت و زوج نپذیرفت، افسرده شد، غذا نخورد و آثار خداحافظی با انگیزش‌های زندگی درش ظاهر شد تا جفت خودش رو بهش برگردوندن. از مغز این دوتا موش یک فانکشنال امارای لیر برداشت یا یک مقطعی به وجود آورد و زیر میکروسکوپ های قوی الکترونیکی نگاه کردند و دیدن میزان لکه های نارنجی که نماینده اکسیتوسین بود در مغز موش وفادار حدود 14 برابر بیش از موش دله و خوشگذران بود. بنابراین رابطه اکسیتوسین با وفاداری مشخص شد. من دارم چی نمیگم، آنچه که گفتم رو شنیدید، ولی چی نمیگم. من چیزی رو که دارم نمیگم اینه که ما به خاطر داشتن این طبیعت نمیتوانیم به مرد متمدن آموزش دیده مسئول امروزی مجوز بدیم برای دلگی های جنسی، بلکه باید او رو بفهمیم و مشوقش باشیم وقتی که وفاداره، چون این مسئله برای او به طور طبیعی مهیا نشده، بلکه باید با استفاده از پری فرانتال کورتکس یا مغز انسانی که در او اخلاق، همحسی و قضاوت‌های تدبیری یا مقایسه‌ای رو به وجود میاره، با بکار گرفتن این قسمت از مغز به جای بکار گرفتن مرکز طبیعی و حیوانی مغز که لیمبیک سیستم و امیگدلا هست، با استفاده از این قسمت از مغز خودش بر این طبیعت ناسازگار وفاداری تسلط پیدا کنه و اخلاقا جلوی این غریزه طبیعی رو محدود کنه و اون وقت مردی وفادار بشه.